سلام دوستان عزیز بیننده، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم در یک برنامه دیگه در رابطه با پاسخهای کتاب مقدس. کتاب مقدس پاسخ میدهد، عنوان برنامه ما هست و میخوایم که در این بخشهایی که در پیش رو داریم در رابطه با زندگی مسیحی، سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید و برای ما فرستادید، با دوست و همکار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی این پاسخها رو برای شما ارائه بدیم. خواهش میکنم دکتر ساسان. مرسی عزیزم، منم دوباره میگم خوشحالم که با هم داریم این خدمت رو انجام میدیم و خیلی هم قسمت‌های خوبی رو داریم واردش میشیم. زندگی مسیحی، سوال‌های خیلی عملی، خیلی مهم. هفته گذشته من و تو با هم یه وقتی رو داشتیم درباره نجات، چطوری اصلا میشه به مسیح ایمان آورد و این قدم چی هست. حالا امروز سوال دیگه مطرح کردن عزیزان، سوالو بخون و وارد صحبت با هم بشیم. من ایمیل دوستانمون رو میخونم و سوالاتی که من مربوط به این بخش میشه برای بینندگان عزیز هم میخونم، ببینیم که چه سوالاتی رو کردن. سوال اول این هست که آیا مسیحی ها هم مثل مسلمان ها آداب و قوانین دارند، مثل نماز، و اینکه چطوری دعا کنیم و در رابطه با روزه مسیحی و دعای مسیحی؟ این سوالات زیاده، سوالات مشابه این و میخواییم که در این بخش ها، در بخش های آینده بتونیم پاسخگوی این سوالات باشیم. شما میخواییم که شروع کنید و ببینیم که در این رابطه چه عناوینی داره. حتما ما حالا توی این جلسه میخوام خیلی با هم دیگه گپ بزنی، از تو هم میخوام بشنوم درباره خیلی حقایق مهم درباره دعا تو زندگی مسیحی. البته من خیلی میگم دارم لذت میبرم از طوری که عزیزان ایرانی دارن سوالو اصلا مطرح میکنن. معلومه که از همون دید خودشون، همون جایی که دارن فرهنگ، طرز فکر خودشون، اینی که آیا مسیحیان مثل مسلمان‌ها آداب و قوانین دارن مثل نماز، باید بگیم که نه. جواب اینه که ما قوانین نداریم در زندگی مسیحی. دستورایی که این کارو بکن، این پله ها رو انجام بده، از این طریق هستش که تو باید این کارا رو بکنی و باید اینطوری هم این اعمال رو انجام بدی، این کارو نکنی. آره، ما از این قوانین و آداب نداریم. گفتیم که مسیحیت صحبت یک دین و مذهب نیست، صحبت رابطه قلبی و عشق بین یک انسان و خدا هست، بین یک پدر و فرزند هست، بین یک دو تا دوست هست. خود کتاب مقدس استفاده میکنه از روابطی، حتی رابطه خدا با قوم اسرائیل یا مسیح با کلیسا، مثل رابطه همسر، دو تا همسر با هم دیگه در رابطه عشق و مشارکت و صمیمیت. پس ما نه آداب و قوانین نداریم که بگیم حالت فرمولی و کلیشه‌ای باید انجام بدیم. ولی از یه طرف دیگه، قبل از اینکه وارد خود موضوع دعا بشیم یا در جلسات آینده بخوایم درباره روزه صحبت بکنیم، اینطوری هم نیست که زندگی مسیحی زندگی چی میگیم، بدون لاابال. آره، چی بود فارسی؟ لاوبالی. آره، لاوبالی. بله، مسیحیت میگه که بله، تو مسیح ما میاره فرزند خدا میشی و دیگه بقیهش خود دست خودته، هر الهی کاری با امید تو. آره، نه، هر کاری خودت خواستی دیگه، آزادی. خیلی هم این مسئله، در مسیحیت آزادی داریم، در مسیحیت ما قانون نداریم، ما امر به معروف نهی از منکر نداریم و ما آزادیم و ما هر کاری دوست داریم انجام میدیم. و حالا بعضیام کلیسا میرن یه شنبه ها. من یادم سالیان پیش یه کتابی دکتر بازرگان نوشته بود، مهندس بازرگان، از ایران رفته بود فرانسه درس بخونه و میگفت آره، مسیحیت خیلی چیز راحتیه، اینا حالا هفته‌ای یه ساعت میرن کلیسا روزای یه شنبه، مثل یه کلاب بی انجمنی، بعد از تمام هفته هم دیگه زندگی معمولی خودشون رو دارن، خیلی شیک و تر و تمیز و خیلی راحت، و اینا هیچ آداب و قوانینی ندارن که به زندگیشون دیسیپلین بده. و حالا چیزی که من میخوام تو این جلسه حالت مقدمه‌ای مطرح بکنم اینه که ما در مسیحیت آداب و قوانین نداریم، ولی زندگی برو به امان خدا و هر کاری دوست داشتی انجام بدیم هم نداریم. برای رشد روحانی کتاب مقدس به ما یاد میده و صحبت انضباط روحانی میکنه. انضباط روحانی به انگلیسی میگیم spiritual disciplines. و این موضوعی که میخوام یه چند لحظه براش وقت بگذرونیم. میخوام از به یک کتابی اشاره بکنم، یک کتابی که البته این کتابی که دستمه سه تا کتابه که توی جلد شده، ولی یکی از کتابایی که تو این جلد هست، تیتر کتابش هست Celebration of Discipline. Celebration of Discipline به معنی جشن انضباط میشه. نویسندش اسمش هست ریچارد فاستر و این یک مجله مسیحی خیلی مشهور تو آمریکا این کتاب رو به عنوان یکی از 10 تا کتاب مهم قرن بیستم
در جامعه مسیحی ازش نام برد. کتابی که حدود 30 سال هستش که در چاپ بوده و خیلی از رهبران جامعه مسیحی از این کتاب تعریف و تمجید کردن. این فقط یه نمونه است از این کتاب‌ها، زیاده، ولی ریچارد فاستر نویسنده این کتاب این موضوع رو خیلی اوورد مطرح کرد که بابا در کتاب مقدس، در عهد عتیق، در زندگی عیسی مسیح، در زندگی شاگردان مسیح، در طول تاریخ 2000 سال کلیسا، کتاب مقدس به ما انضباط‌های مختلف روحانی رو معرفی می‌کنه و از طریق این انضباط‌هاست که ما می‌تونیم عضله‌های روحانی خودمون رو بسازیم. یعنی توی مسیحیت یه حالت پارادوکس وجود داره. از یه طرف تعالیم کتاب مقدس میگه که خودت نمیتونی خودتو عوض کنی، خداست که باید روحش بیاد، خداست که باید پاکیشو به تو بده، خداست که باید قدوسیتشو به تو بده و توی انسان نمیتونی خودتو خوب بکنی، خودتو عوض کنی، چون ما چی؟ ذات گناه آلود داریم و ما نمیتونیم کاری بکنیم. از یه طرف تعالیم کتاب مقدس این رو به ما میگه، از یه طرف ما دعوت شدیم به رشد در روحانیت، به اینکه شخصیت مسیح در ما شکل بگیره، به اینکه زندگی قدوس داشته باشیم. پس حالا خیلی وقتا این سوال مطرح میشه، آقا آیا این قدوسیت، رشد روحانی، آیا این کاریه که فقط خدا باید انجام بده یا من باید انجام بدم، یا این؟ و جواب اینه، جفتش. چطوری؟ از طریق ریچارد فاستر خیلی قشنگ میگه، میگه که درست مثال چیز رو میاره، مثال کشاورز و مزرعه. خود کتاب مقدس پولس رسول تو غلاطیان اینطوری میگه، پولس تو غلاطیان فصل 6 آیه 7 میگه اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد، هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا اینجاست، هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. قانون کشاورزیه، قانون کشاورزی. و بعد ادامه میده، اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد، اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودان را درو خواهد کرد. حالا ریچارد فاستر به این مثال اشاره میکنه به عنوان یه جواب خیلی زیبا. کشاورز نمیتونه محصول خودش رو رشد بده، نمیتونه زور بزنه آقا این دونه باید در بیاد، گندم با من بکشم بالاتر در بیاد، با زور کشاورز نیست، ولی کشاورز مسئولیت داره که زمین رو پرورش بده، آماده بکنه، خاکش رو باز بکنه، آبیاری بکنه و زمین رو آماده بکنه که نور خورشید پرورش بده این زمینی که آماده شده. و ریچارد فاستر میگه انضباط‌های روحانی کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم که این زمین دلمون آماده بشه که خدا توش کار بکنه، که مسیح در ما شکل بگیره، شخ بزنیم در اصل زمینو. پس انضباط روحانی، فاصله خیلی قشنگ میگه، میگه از طریق این انضباط‌های روحانی ما داریم خودمونو به حضور خدا میاریم با قلب باز، دست باز، که اون در ما کار کنه. حالا میگم از این کتابا زیاد نمونه های مختلف، یعنی فقط این انضباط ها نیست یا فقط ایناست پس مسیحیت این قوانین رو داره یا این متد داره نه، نویسنده‌های دیگه طریقای دیگه اینا رو مطرح میکنن، ولی طوری که ریچارد فاستر تو این کتاب خیلی کلاسیکش و مشهورش اینها رو اینطوری تقسیم بندی میکنه، میگه یه سری انضباط های روحانیه، بهشون میگه inward disciplines، انضباط های درونی، انضباط های درونی، مثل تمرکز یا تأمل که توی کتاب مقدس یه عالم آیه داریم که تأمل کنید، تمرکز کنید، تفکر کنید. تفکر. آره. ولی حالا مدیتیشن نوشته اینو. حالا شاید یه عده بگن ای شما مسیحیان مدیتیشن و تمرکز مسیحی مثل مدیتیشن هندویی نیست. تمرکز هندویی میگه مخت خالی کن، تمرکز مسیحی میگه مخت با کلام خدا پر کن. تعمق بیشتر عمیق شدن. آره آره. پس این یکیشه. بعد دعا، صحبت دعا رو میکنه، صحبت روزه رو میکنه ریچارد فاستر و صحبت مطالعه، یعنی دیسیپلین هایی که من باید در درون خودم از این طریق بازوها، عضله های روحانی خودم رو تمرین بدم. بعد یه فصل دیگه این کتابش تیترش هست The Outward Disciplines، انضباط های بیرون از ما، مثل این، حالا خیلی چیز جالبیه نوشته، Simplicity، سادگی، زندگی ساده کردن، یاد بگیریم زندگی ساده کردن، تنهایی یا Solitude، خلوت کردن، تسلیم شدن،
و خدمت کردن. و بعد یه سری دیسیپلین هایی داره، انضباط هایی داره، تیترش زده کورپورت دیسیپلینز، انضباط های گروهی، مثل اعتراف کردن، مثل عبادت کردن، پرستش کردن، یا مثل حالا نوشته چیز جشن گرفتن. حالا میگم نویسنده های دیگه یه طورای دیگه این انضباط ها رو مطرح میکنن، ولی منظور چیه؟ منظور اینه که من خودم دوست دارم اگه وقت بشه یه روز اینا رو درس بدیم، بازتر کنیم، ولی منظور اینه که خداوند به ایمانداران، به فرزندان روش هایی رو نشون داده که از این طریق ما باید خودمون رو اجازه بدیم که روح اون در ما کار کنه. باید یک مسیحی وقت بذاره هر روز در دعا کردن، که حالا میخوایم صحبت کنیم دعا چیه. باید وقت بذاره یک ایماندار در کلام خدا تفکر کردن. باید یک ایماندار معلوماتش رو اضافه کنه، وقت بذاره برای مطالعه. باید یک ایماندار در جلسات عبادتی شرکت کنه، در پرستش. یک ایماندار باید خدمت کنه، باید اطاعت کنه، باید بشارت بده، باید در عبادت کلیسا شرکت داشته باشه، در مشارکت با ایماندارای دیگه. یعنی اینها متدهای، وسیله های، روش هایی که به عنوان قانون نیست که ما یک دو تا چهار تا فرمول داشته باشیم، ولی خداوند میگه من این وسایل رو برای شما فراهم کردم که از این طریق رشد کنید، از این طریق من رو بهتر بشناسید، از این طریق شخصیتتون پاکتر بشه. این سوالیه که مقدماتی میخواستیم بکنیم که حالا بعداً میتونیم بریم وارد خود این که حالا دعا چی هست در زندگی مسیح. خیلی ممنون جناب دکتر. می‌خوایم یه برنامه با هم دیگه ببینیم. بینندگان عزیز با هم دیگه یک برنامه رو خواهیم دید که دوستانمون در استودیو آماده کردن. در بخش بعدی منتظر شما عزیزان هستیم. در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان عزیز به استودیو میاییم و دوباره میخواییم که از برادر عزیزمون دکتر ساسان ادامه بدیم مسئله سوالایی که کرده بودن دوستانمون رو. در رابطه با دعا میخواستم بیشتر باز کنید، که گفته بودن که چگونه ما دعا کنیم. چطور دعا کنیم. توی قسمت اول گفتیم آره ما آداب و قوانین نداریم، ولی خداوند میخواد از طریق انضباطهای مختلف اجازه بدیم که فیض اون در ما روش کنه، اجازه بدیم روح اون در ما کار کنه، قلبمون رو شخ بزنیم و بذاریم بارون محبت اون، آفتاب قدوسیت اون زمین مزرعه دل ما رو پرورش بده، بارور کنه. حالا میخوایم که وارد خود دعا بشیم. این سوال و سوال خیلی مهمی هم هست. اولین قدم رشد در زندگی ایمانی بعد از اینکه ما به مسیح ما میاریم، خب وقتی که داریم با خدا میگذرونیم، وقتی که داریم در خوندن کلام و در صحبت کردن و مشارکت با پدر آسمانی میذاریم. خود شاگردای مسیح از مسیح این سوال رو کردن. خیلی جالبه، میگه که خود شاگردا کجا هست بفرست؟ توی انجیل متا فصل 6 خیلی جالبه که از مسیح دعا کردن رو این عزیزان میپرسن و بعد مسیح اینطوری میگه بهشون، میگه که وقتی دعا میکنی، فصل 6 آیات 7 و 8، حالا من دارم از انجیل تفسیری میخونم، وقتی دعا میکنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمیشناسن وردهای بی‌معنی تکرار نکنید. و بعد من حالا از آیه 9 میخونم، دعای ربانی به این قسمت میگیم. پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام مقدس تو گرامی باد، ملکوت تو برقرار گردد، خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست بر زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار، خطاهای ما را بیامرز چنان که ما نیز آنان را که به ما بدی کرده اند میبخشیم،
ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، آمین. یکی از زیباترین دعاهای کتاب مقدس و مسیح به شاگرداش میگه که نه اینکه این دعا را صد بار هر روز تکرار کنید، ولی نمونه میده از دعا، نمونه میده که دعا چیه و ارزش های دعا باید چی باشه، چه درخواست هایی رو چطوری باید بیاریم در حضور پدر. رضا از خودت میخوام بشنوم، دیگه ساکت بودی خیلی، میخوام که خودت یه مقدار افکارت رو و تجربهات رو از ابعاد مختلف دعا در زندگی مسیح خودت به ما بگی. من فکر میکنم دعا بیشتر یک ایجاد رابطه است و گفتمانه، حالا اسمشو میگذاریم دعا، ولیکن وقت گذاشتن با خدایی که خالق همه هستی، خالق همه موجودات، و ما در دعا به نوعی پاسخگو هستیم در رابطه با اون چیزهایی که از خدا یافتیم، در رابطه با وجود خدا ما در دعا بهش پاسخگوییم، در خدا در دعا بهش میگیم و همینطور دو طرف است این رابطه، ما میگیم و اون پاسخ میده. در دعا ما میتونیم شکرگزاری بکنیم، مسئولات و خواسته های خودمون رو به حضورش بیاریم، و در دعاست که ما میتونیم یک رابطه زنده با خدای نادیده داشته باشیم. دعا خود ببخشید وسط حرفت، خود دعای ربانی فکر کردی که این چه ابعادی رو داره از زندگی به ما میگه؟ خود تو خود دعای ربانی مسیح داره چه ابعادی رو برای ما باز میکنه درباره دعا؟ توی دعای ربانی مسیح به شاگردان خودش یاد میده که چطور دعا کنن، همطور که یحیی به شاگردانش یاد داده بود، و این یک نمونه است و نمیگه که همه برید دعای ربانی رو بخونید، بلکه به این شکل میگه که اینطور شروع میشه که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. با پرستش شروع میشه، پرستش خدای پدر شروع میشه، میگه ملکوت تو بیاد، پادشاهی تو، اون فرمان روایی تو بیاد روی زمین، روی زندگی ما برقرار بشه، توی قلب ما، توی زندگی ما برقرار بشه. وقتی دعا میکنیم با توجه به این نمونه ها ما باید دعا کنیم. خیلی وقتا خود بنده و خیلی ها این عادت رو به نظرم داریم که زود وقتی میخوایم دعا کنیم انگار از این ماشینا هست توش پول میندازی، دوگمه میزنی ازش، جنسی میاد، من نمیدونم به فارسی چی میگیم اینو، انگلیسی میگیم وندینگ ماشین. با خدا اینطوری سر و کار داریم، انگار خدا یا پاپا نوئل، یا ما دعامونو کردیم، پولمون هم دادیم، دوگمه رو میزنیم، خدا به دینی، انگار که فقط میریم به سوش ازش درخواست بکنیم به ما یه چیزی بده، مشکلمون حل کنه، شفا بده، اینو فلان کن، خدا یا هی بده. ولی مسیح داره میگه وقتی میری در حضور خدا اول تمرکز رو خود خدا باشه، عظمتش، قدوسیتش، خوبیش، ملکوتش، ارادهش. آره ادامه بده. میگه که در رو ببند، برو توی خلوت خودت، توی خلوتگاه خودت در رو ببند و با خدای خودت صحبت کن. و خیلی مهمه که ما بدونیم که وقتی داریم دعا میکنیم چی بگیم. حالا ایشون دوستمون گفته که خب ما چطوری دعا کنیم، اینکه ما چی بگیم و به چه شکل دعا کنیم خیلی مهمه. اغلب توی جاهای مختلف، عقاید مختلف هست که تصور میره که با تکرار، یعنی تکرار منظورم اینه که یک وردی رو خوندن، تکرار یک جمله، خدا مثلا بیشتر میشنوه. در حالی که ما میگیم دعای گفتمان هست، مثل که من به شما را صدا کنم ساسان جان اینو بده، ساسان 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 ساسان، تو خسته میشه میگه چقدر میگی ساسان، خب من میفهمم، خب با من داری صحبت میکنی، و یا اینکه اصلا بلند صحبت میکنه، یعنی که داد میزنه سر خدا، فکر میکنه خدا گوشش مشکلی داره نمیشنوه، هی داد بزن، خدا اینطوری صدا ما شاید بهتر بشنوه اگه داد بزنم. توی حالا این مسئله داد زدن، من حالا خودم هم اهل داد زدن نیستم اینجا، ولی مشکل بزرگتر من با این داد و بیداد و اینها را این حالا صداش یه قسمت، این که خیلی ما از انسان ها تصور میکنی این چقدر ما فکرامون درباره خدا کوتاست، که انگار خدا یه پدر خسیسیه چسبیده به یه چیزی، نمیخواد بده، با آه و ناله و گریه من و داد و این حرفا من میخوام دل اونو به دست بیارم، اونو دلسوزی بکنه، که بابا کتاب مقدس میگه اون از ما سخاوتمندتره، اون بیشتر میخواد برکات های خودشو،
محبت خود حضور خودش رو به ما بده. یعنی با یه خدای خصیصی سر و کار نداریم که باید از چنگ دستاش ما این با دعا و داد و روزه و بیداد ما اینو بکشیم بیرون. با یه خدای سخاوتمندی سر و کار داریم دقیقا. که میخواد فرزنداش رو خوبی کنه. در انجیل بارها میبینیم که در یک جای دیگه میگه که اگه شما که زمینی هستید، اگر پسر شما یا بچه شما بیاد از شما بگه که من نون میخوام، به من نون بده، میگه تو بهش عقرب نمیدی. یا مثلا بیاد بهت بگه که من یه لیوان آب میخوام، به فرض شما نمیری براش مثلا چه میدونم تیراهن ببری. خب میگه وقتی شما برای دادن بخشش های خوب به بچه های خودتون انقدر راحت هستید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما به فکر این چیزای شما هست. میگه در اندیشه این چیزا نباشید، چون که شما اون نیازهایی رو که دارید رو از قبل میدونه. میگه اول ملکوت خدا رو بطلبید که اینها برای شما مزید خواهد شد. اشاره میکنه به طبیعت، سوسن‌های چمن رو نگاه کن چه قشنگ آراسته خدا اونها رو، پرندگان رو که چطور اونها رو غذا میده. و در رابطه با دعا نکته خیلی مهم دیگه اینه که ما بدونیم که چطور و با چه نیتی دعا کنیم. گاهی وقتا شاید بترسیم بگیم خب پس ما چطور باید دعا کنیم، اگه دعا کردن انقدر سخته پس ما اصلا دعا نکنیم. گاهی وقتا خجالت شاید میکشیم یا میترسیم یا نمیدونیم چطور باید دعا کنیم. توی کتاب یعقوب فصل 1 میگه ندارید از این جهت که سوال نمیکنید. پس میگه پس بطلبید. مسیح میگه بکوبید که برای شما باز. تا من نکوبم، یه اصطلاح ایرانیه میگه بچه تا گریه نکنه مادر بهش شیر نمیده. پس بطلبید میگه، ولی میگه که حالا نمیطلبید، ندارید، و میگه میطلبید و ندارید. حالا از چجوری؟ میگه که چون که به نیت بد میطلبید، واسه حالگیری میخواید بگیرید یه چیزی رو، یا میخواید بیشتر از اون یکی داشته باشید با این نیته. خیلی مهمه که ما با چه نیتی به حضور خدا میریم و دعا میکنیم و میگیم پدر جان اینو به من بده، میخوام چی کار بکنم، رویای من چیه برای اینکه اون مسئلت خودم رو به حضور خدا میبرم. اینجا حالا اینه که میگی منو یاد این موضوع چیز میندازه، توی کتاب مقدس و توی عادات مسیحی مسیح میگه هرچی در نام من به طلبید به شما میدم. خیلی ها مثلا خب دعا که میکنیم به درستی در آخر میگیم در نام عیسی مسیح، ولی منظور از نام نه اینکه حالا این فقط بگیم در نام عیسی مسیح، این فرمول، این ورد کلید باز کردن این دره. در نام مسیح یعنی بر طبق اراده مسیح، در اسم اون موقع به عنوان نماینده شخصیت یک نفره. پس وقتی میگیم در حضور پدر میگیم در نام مسیح، یعنی ما داریم بر طبق اون چیزی که از مسیح میشناسیم، اون شخصیت مسیح، اون اراده مسیح، ای پدر داریم آرزوهامون رو به درگاه تو میاریم. پس این مسئله ای که با چه نیتی، یکی از مهمترین قسمت های دعایی که با نیتی که من دارم از دید مسیح به زندگی میخوام نگاه بکنم، نه اینکه میگم با خاطر رقابت همسایه خدایا به منم ماشین بده، به منم برکت بده فلان. نه، دعایی که میدونی که خواسته دل مسیحه، میدونی که خدا این رو میخواد، چون بر طبق ارزش‌های، حالا یکی میگه حالا من خواسته دل مسیح رو از کجا بدونم، ارزش‌های زندگی و شخصیت مسیح رو این کتاب به ما معرفی میکنه. آمین. بله ساسان جان، در مرتبط دعا ما مطالب دیگه ای هم داریم که با بینندگان عزیزمون در میون بگذاریم. میخواییم که یک برنامه دیگه ای رو ببینیم. دوستان عزیز یک برنامه رو بر دوستان ما در استودیو آماده کردن، با هم دیگه خواهیم دید و باز ادامه برنامه رو در بخش بعدی همراه شما خواهیم بود. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و میخواییم که مبحث خودمون رو در رابطه با دعا ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم. ساسان جان شما اگه مطلب خاصی دارید ادامه بدیم، اگر نه که نه صحبتمون چون قطع شد میخوام خود صحبت کنی بعد منم میام. بسه خواهش میکنم. دوستانی هستن که تصور میکنن که دعا کردن یک کلیده، همونطور که شما اشاره کردی، کلیده برای اینکه درخواستای خودمون رو هر چی که دلمون میخواد بگیریم. این فقط دعای کلید نیست که باز کنی هر وقت بخوای دوباره ببندی، در این حال که دعا یک گفتمان، یک رابطه شخصیه
با مخلوق، از طرف مخلوق با خدای خالق، و خدای خالق طبعا فقط زبان فارسی نمیدونه و اینکه همه بیان به فارسی بهش بگن یا زبان ترکی فقط نمیدونه. خدا خالق زبان هاست و خدا زبان ها رو بخشیده و خدا میشنوه. در کتاب اشعیا نبی آیه خیلی محبوبی هست که میفرماید در باب 59 آیات 1 و 2 میگه هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش های اون سنگین نیست تا نشنود، لیکن گناهان شما بین شما و خدای شما حائل شده، فاصله انداخته که اون نشنوه، اون چیزی که مانعه که خدا صدای ما رو نمیشنوه یا فاصله افتاده اون گناه ماست. وقتی که ما اعتراف نمی کنیم، وقتی که ما گناهان رو نگه می داریم، در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 یک آیه کلیدی هست و اون آیه میگه که اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. خیلی مهمه که ما دائم در رابطه خودمون با خداوند، در دعاهای خودمون، در دعاهای روزانه اعتراف کنیم گناهانی رو که در طول روز انجام. همونطوری هم که مسیح میگه توی دعای ربانی، گناه خطاهای ما رو ببخش همونطوری که ما خطاهای دیگران رو بخشیدیم. و این نکته خیلی مهمی روش انگوش گذاشته، یعنی صحبتی که داری میکنی اینه که قسمتی از دعا برای اینکه دعای ما واقعا رابطه برقرار کنه با پدر اینه که گناه این وسط رابطه رو قطع نکرده باشه. و من این رو مثال اینطوری میارم با خیلی ها، درست مثل یک رابطه زناشویی، بنده با خانومم بعضی وقتا دعوامون میشه، بنده با بچه هام بعضی وقتا دعوام میشه، با هم دیگه حرف نمیزنیم، ساکت. ولی پدری من هنوز پدرم واسه بچه ها، من هنوز همسرم برای زنم، رابطه هست. آره رابطه وجود داره، مشارکت نیست. چرا؟ چون یه گناهیه این وسط. ولی وقتی یکی میره معذرت خواهی میکنه، بلکه بخشش میکنه، این رابطه دوباره برقرار، این مشارکت دوباره برقرار میشه و خدا هم میده، خدا ما رو رد نمیکنه. خب تو این گناه کردی دیگه، من اصلا برو گم شو دیگه نمیخوام. نه، پدر ما همیشه منتظر ما هست، همیشه که دوباره این مشارکت برقرار شه. و چقدر اعتراف مهمه برای در دعا و در رشد روحانی ما. مشارکت هیچ وقت، یعنی رابطه هیچ وقت از گسیخته نمیشه. پدر هیچ وقت نمیتونه بگه این بچه من نیست، ولی که مشارکت. توی افسسیان فصل 4 آیه 3 میگه بر روح قدوس خدا را که به آن تا روز رستگاری مختوم شده اید محسون مسازید، قلبش رو نشکنید. بله، روح القدس با گناهانی که ما انجام میدیم قلبش میشکنه، ناراحت میشه، دلخور میشه. من خودم رضای از این روش‌های دعا که یاد میدیم و خودمون انجام میدیم در زندگی، یه چیزی که منو خیلی کمک کرده، خیلی ساده ساده، حالا به انگلیسیه، کلمه acts A-C-T-S به معنی اعمال. چهار تا حرف داره و این چهار تا حرف میتونیم بگیم هر کدوم خلاصه ای از قسمتی از دعا. وقتی پرستش بکنیم خدا رو در روزمره، در دعای روزانه، در رازگاهانمون میخوایم با خدا خلوت کنیم، یه متد، فقط میگم تنها راهش هم نیست، ولی یه متدیه که به خیلی‌ها کمک کرده. در چند روز، در طول روز چند بار دعا میکنیم؟ نداریم در طول روز چند بار دعا میکنیم؟ نه، ما دائم باید در این مشارکت و دوستی باشیم. توی تاکسی نشستی، توی خونه نشستی، موقع غذا، موقع هر کاری، یعنی کتاب مقدس میبینیم، در کتاب مقدس افراد نشستن، تو تخت خواب خوابیدن، واستادن، سجده کردن، صبح، شب، ظهر، یعنی وقت و حالت خاص من باید اینطوری بشینم، اینطوری واستم، اینطوری سجده کنم، اینطوری خودم رو تمیز کنم، با این زبان، با این در این مکان، به این جهت. خدای ما خدایی که امانوئل، خدا با ماست، روح القدس در ماست، پدر ما چشمش به ماست. پس ما این خیلی رابطه صمیمی و زندگی واقعیمون در حضور خداست. اگه یک بار نشه، مثلا یه روز این اتفاق نیفته، یعنی ما دعا نکنیم اون یه روز، چه اتفاقی میفته؟ بعد چقدر جریمه بود؟ هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ جریمه. سواله بلاخره. آره هیچ جریمه ایم نداره. میگم ما خیلی وقتا تصویر داریم که خدا با یه چوب دستی منتظره که تنبیه کنه. نه، با یه خدای خیلی سخاوتمند و پرمحبتی.
دعا نکردن، با خدا وقت نگذروندن به خدا ضرری نمیزنه. منم که مثل یه گل پژمرده میشم. این گل باید دائم در جلوی آفتاب خودشو نگه داره. ولی این کلمه acts 4 تا حرف داره. کلمه اول A به عنوان adoration، پرستش. وقتی که بر حضور خدا میریم میتونیم قسمت اول دعامون پرستش باشه، شکرگزاری از شخصیت خدا، از صفات خدا، از کارهای خدا در زندگی ما در کتاب مقدس. سی confession یا اعتراف، همون حرفی که داشتی میزدی، بعد از اینکه خدا رو میپرستیم اعتراف میکنیم خدایا من با یه دستای گناهالود اومدم پیشت، میخوام دستای منو بشوری. مسیح پاهای منو بشوری، پای شاگرداشو که شب آخر تو انجیل یوحنا میگه شست، یا اشعیا که میگه من ناپاک لب هستم. آره خداوند، من اعتراف میکنم، اعتراف میکنم و نیاز دارم بخشش تو. بعد کلمه تی thanksgiving یعنی همون شکرگزاری، adoration پرستش خود خداست، thanksgiving شکرگزاری، شکر برای کار، برای برکت های خدا، برای جواب دعاها، برای این همه خوبیایی که به من کرده و تو زندگی دارم. و بعد اس مخفف supplication، درخواست هامون رو میدیم، درخواست های زندگی خودمون رو، درخواست های دیگران رو، نیازهای دیگران رو، نیازهای خودمون رو. و این به من خیلی کمک کرده و به خیلیا که زود وقتی میریم در حضور خدا هی نگیم خدا یا این رو بده این رو بده، واقعا با خدا وقت بگذرونیم، واقعا این مشارکت رو داشته باشیم. و این دعای ربانی مسیح، این سه تا قسمت اولش تمرکزش روی خداست، اسم خدا، قدوسیت خدا، ملکوت خدا، اراده خدا. و بعد سه قسمت بعدیش درباره زندگی روزمره. یعنی ما خیلی وقتا فهم میکنیم که خدا اینقدر سر شلوغه به این نیاز کوچیک که من اصلا مسخره است من بخوام اینو مطرح کنم. هیچی برای خدا از نیازهای ما کوچیک نیست. خدایا من نون روزانه‌ام رو میخوام. یعنی نون روزانه یکی از چیزایی که نیاز روزمره ما، خطاهای ما رو بیام. از وسوسه، نیازهای روحانی، خدایا من نیاز دارم به قدرت تو در این زندگی، با در این مبارزه روحانی پیروز بیام، پیروز بشم. پس میخوام بگم که توی این چند جمله مسیح به ما نمونه میده از دعا، تمام ابعاد زندگی ما، رابطه با خدا، رابطه با دیگران، زندگی خودمون. و خیلی خیلی کسانی که واقعا وقت میذارن با خدا در دعا، در راز و نیاز، واقعا میدونن که یه دوستی و یه مشارکته، یک آداب و رسوم و قانون مذهبی نیست. سوالمون اینطوری شروع شده امروز دیگه، آقا چه قوانینی هست؟ ولی اینکه انگار مثل این میمونه، بنده با همسرم ازدواج کردم، بعد بخوام بهش بگم که عزیزم من چقدر باید با تو در روز بشینم حرف بزنم؟ خب این اصلا تو ازدواج کردی که این دوستی شروع بشه. سوال بیمان. آره چقدر باید با تو وقت بگذرونم؟ هرچی که با هم بیشتر وقت بگذرونید مشارکتتون شیرین تره. یه چیز دیگه هم میخوام اینجا بگم در این رابطه. ریچارد فاستر اینطوری می نویسه درباره قسمت دعا تو کتابش Celebration of Discipline، میگه که دعا کردن یعنی عوض شدن. دعا کردن وسیله اصلیه یا روش اصلیه که خدا میخواد ما را از این طریق عوض کنه. خیلی نکته جالبیه. میگه که اگر ما نمیخوایم عوض شیم، ما مردان و زنان دعا هم نخواهیم بود. اگر نمیخوایم عوض شیم خودمون، دعا کردن هم ول میکنیم. پس نکته و بعد اینجا ادامه میده صحبتشو، میگه که دعا کردن در واقع چیکار میکنه؟ دعای واقعی، دعای واقعی به ما کمک میکنه که شروع کنیم فکر خدا رو تو فکر خودمون کردن، آرزوهای خدا رو آرزوهای خودمون کردن، اراده خدا رو اراده خودمون کردن. یه زن و شوهر وقتی با هم دیگه وقت میگذرونن تو مشارکت، میبینن که میدونن که خواسته های همسرم چیه، آرزوهاش چیه، دلش چی میخواد. و هدف دعا اینه، هدف دعا این نیست که ما خدا رو وسیله‌ای بکنیم که من به اهداف خودم برسم. خیلی میگن که دعای ما مسیحی ها، مسیح میگه دعا کنید ای پدر اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. دعای خیلی ما اینه، ای پدر اراده ما چنان که در زمین است بر آسمان هم کرده شود. خدای خواست منو انجام بده. ولی مسیح میگه باید اون دیدمون و فکرمون و زاویه‌مون رو به زندگی باید بر طبق دید و فکر پدر آسمانیمون بکنیم. نکته جالبیه. من خودم توی خونه اشاره کردی به رابطه شوهر و همسر، من توی خونه خودم شخصا دارم میگم که تجربه خودمه،
من زیاد حرف میزنم. خانمم گاهی وقتا میگه که بابا اینقدر حرف نزن، بس دیگه، خسته شدم. یکی از چیزایی که ما فکر میکنیم توی دعا یاد گرفتیم اینه که ما حرف میزنیم، هی میگیم 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 میگیم، اصلا منتظر نمیشه، بعدم میگیم به نام مسیح آمین، خدا نگهدار، و میریم پی کار خودمون. توی دعا به نظر من خیلی مهمه که ما صبر کنیم، انتظار کشیدن و در سکوت انتظار کشیدن برای خدا. آیا وقتی داریم صحبت میکنیم منتظر میشیم طرف مقابلمون هم حرف بزنه، همونطور که داریم با همسرمون صحبت میکنیم منتظر بشیم که اون هم اون چیزایی که تو فکرشه با ما در میون بگذاره. گفتمانه ریچارد فاستر یه نقل قولی میکنه از سورن کیرکگور، فیلسوف دانمارکی، یه سری از کتابای کیرکگور هم به فارسی ترجمه شده. کیرکگور میگه که یه مردی دعا میکرد و اول فکر میکرد دعا کردن یعنی حرف زدن، بعد یواش یواش یاد گرفت که ساکت‌تر و ساکت‌تر باشه تا یاد گرفت که دعا کردن یعنی گوش کردن. آره، این گوش کردن به صدای خدا، به تپش قلب خدا، قسمت مهمی از دعای زندگی مسیحی است. مطالب زیادی در رابطه با دعا کردن هست و چگونگی دعا کردن، اونتا دیگه وقت به ما اجازه نمیده. میخوایم که با بینندگان عزیز یک بریک بدیم و میخوایم که بهشون بگیم که در برنامه‌های آینده دوستان عزیز بیننده میخوایم در رابطه با موضوعات دیگه دعا، مثل دعا، مثل روزه، انضباط روحانی صحبت کنیم و میخوایم که در برنامه‌های آینده نیز ما رو همراهی کنید. از توجهتون ممنون. سوالات خودتون برای برنامه‌های ما بفرستید. منتظر شما عزیزان هستیم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.